شان دارین بوستی رو بده من خیلی پاستوریزم سلام 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 خب این اوکیه خب سلام و عرض ادب خدمت دانش آموزای عزیزم، خدمت بچه هایی که شاگردای ما هستن و خدمت دوستای عزیزی که امروز به عنوان مهمان در کلاس ما شرکت کردن. امیدوارم که هر جا که هستید سالم سلامت خودتون خانوادتون و انشالله که برای هدفتون پرقدرت در حال جنگیدنید و مطمئنن با آرزوهاتون خواهید رسید. دوستامون که شایدهای ما هستن، خب بنده رو میشناسن، بنده پورجلیلی هستم و امروز خدمتون هستم با فصل دوم شیمی 12، مبحث الکتروشیمی. بچه ما یه توضیح رو درباره کل این فصل بهتون بدم. شما دو تا فصل خیلی خطرناک تو بحث شیمی 12تون دارید. یک فصلی بود فصل الکتر اسید و باز که تقریبا 70 صفحه کتاب من اسید و باز بود، نزدیک به 120-25 تا مسئله حل کردیم با هم دیگه، کلی انرژی براش گذاشتیم. حالا امروز میخوایم وارد فصل دوم بشیم، اون هم از فصل یک مهمتر، فصل الکتروشیمی. بسیار فصل جوندار، پرقدرت، فصل پر از نکته، فصل کاملا جدید و مفاهیم کاملا جدید و فصلی که شاید خیلی از مفاهیمش رو اصلا شما تا حالا نشنیده باشید. پس من یه خواهشی دارم از همین امروز با کلاس که دارید جلو میرید حتما نگاه ویژه‌ای به این فصل داشته باشید. بچه این فصلها برگ برنده شماست، آس شماست که انشالله با امید خدا بتونید تو کنکور نتیجه بهتری رو ازشون بگیرید. این فصل رو براتون میتره کنم مثل فصل اسید و باز، فوق العاده کامل خدمتتون انشالله تدریس خواهم کرد. همه مطالبش رو 0 تا 100، فقط یک خلاصه برداری یادتون نره، چون اگر خلاصه برداری نکنید فصل رو کاملا از دست خواهید داد. ببین چقدر دارم تاکید میکنم، فصل دو فصل کاملا جدیدی هستش. خب شروع کنیم بچه ها. یه اوکی پرقدرت پر انرژی بدید، من درسمو شروع کردم. ماشاءالله بهتون، ماشاءالله بهتون، ماشاءالله به همه بچه‌هایی که پرقدرت سر کلاس هستن. بریم شروع کنیم فصل دوم رو با عنوان الکتروشیمی. دیگه شیشتون یا حواستون باشه هر جا که نیاز بود سوالی پرسیده بشه من کامنت ها رو باز میکنم سوالتون رو بپرسید. بچه ما امروز میخواییم درباره فصلی صحبت کنیم به نام فصل الکتروشیمی. عنوان این فصل الکتروشیمی نیست، ولی خب حالا مثل همه فصلهای دیگه تون که عنوانهاش عوض شده، این هم روال همونا، یعنی کاملا موضوع فصل اسم دیگه ای داره ولی کامل وقتی واردش میشید در مورد الکتروشیمی داره حرف میزنه. الکتروشیمی علمیست که درباره چگونگی تبدیل انرژی شیمیایی به الکتریکی و بالعکس صحبت میکنه. بچه الکتروشیمی علم بسیار قشنگیه، درباره این صحبت میکنه ما چطوری میتونیم از دو تا تیغه فلزی و یک لیمو استفاده بکنیم برای اینکه بتونیم یک لامپ رو روشن بکنیم.
الکتروشیمی علمیه که به ما یاد میده چطوری میتونیم فلزات رو خالص بکنیم. آبکاری فلزات رو چطور انجام میدن؟ چطوری فلز رو آبکاری میکنن؟ تمام این نکات نکاتی هست که شما در علم الکتروشیمی خیلی خوشگل با اونها برخورد خواهید داشت. علم بسیار 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 قشنگیه. آبکاری فلزات، نمیدونم خالص سازی فلزات، باتری ها، سلول های مختلف سوختی، پیل ها، کل این داستان ها رو شما در این فصل خواهید خوند. اما اینا رو بذاریم کنار. اولین چیزی که امروز من میخوام در مورد الکتروشیمی یاد بگیرید عبارتی هست با عنوان عدد اکسایش. شاید بگی آقا عدد اکسایش یعنی چی؟ چه معنی داره؟ ببینید بچه ها، عدد اکسایش هم مثل بار، مثل الکترون های ظرفیت یه تعریفی داره. تعریفش هم اینه، باری رو که ما به یک اتم به فرض یونی بودن نسبت میدیم بهش میگن عدد اکسایش. چی شد؟ باری که ما به یه اتم به فرض یونی بودن. آقا چرا داری میگی به فرض؟ چون ممکنه بعضی از اتم‌ها بچه یون تشکیل آفرین ندن. مثلا شما میدونید کربن یون تشکیل نمیده، ولی ما وقتی اسم عدد اکسایش رو برای کربن میاریم، کربن میتونه بار منفی حتی بار مثبت هم داشته باشه. ما لازمه فهمیدن این فصل دونستن عبارتی با عنوان عدد اکسایشه. یعنی شما باید به عنوان یک دانش آموز بتونی عدد اکسایش عناصر رو خیلی خوشگل پیدا بکنی. یه عنصر به شما توی ترکیب میدن، میگن عدد اکسایش چنده. اصلا یه خودش یه سواله، یکی از سوالای خیلی قشنگ سراسریه. یه ترکیب میدم، میگن این عنصر داخل اون ترکیب عدد اکسایشش چنده. بریم عدد اکسایش شروع کنیم، ببینید اصلا داستان عدد اکسایش چی هست. چند تا قانون خیلی مهم بچه داریم. قانون اول عدد اکسایش این که عناصر در حالت آزاد عدد اکسایششون صفره. یعنی چی حالت آزاد؟ حالت آزاد یعنی عناصری که در ترکیبات حضور ندارن، مثلا سدیم تنها، مثلا آهن تنها، مثلا منیزیم تنها. مثال دو اتمی ها، H2، Cl2، Br2، اینایی که تنهان، اینها عدد اکسایششون چنده؟ صفر. من یه پیشنهاد دارم، یه برگه بردارید، یه برگه چن با من کنار دستتون باشه، کنار کتابتون، و این رو با من یادداشت بکنید. این موارد رو بنویسید، تا آخر امروز ما باش کار داریم، چون ممکنه فراموش بکنید، حتما جلوی دستتون باشه. پس عناصر در حالت آزاد عدد اکسایششون صفره. بازم میگم بچه ها، آزاد یعنی عنصر در ترکیبی وجود نداشته باشه. مثلا سدیم تنها، H2، Cl2، Br2، Ai2، عناصر در هیچ ترکیبی نباشن، تنها. گام دوم، دونستن عدد اکسایش در فلزات هست. در چی؟ فلزات. من خواهش میکنم خیلی خوشگل گوش بکنید، فلزات. فلزات بارشون میشه عدد اکسایششون. چقدر جالب. یعنی ما در فلزات اگر بار یک فلز رو بدونیم، عدد اکسایش اون فلز رو فهمیدیم. حالا این فلزات به دو دسته تقسیم میشن بچه ها. این فلزات به دو دسته تقسیم میشن. یکی عناصر گروه یک جدول تناوبی، که عناصر گروه یک جدول تناوبی بار مثبت یک ایجاد میکنن. پس چی شد؟ عناصر گروه یک جدول تناوبی که بار چی ایجاد میکنن؟ بار مثبت یک ایجاد میکنن. بسیار بسیار مهمه. بعدی عناصر گروه دو جدول تناوبیه.
که بار مثبت دو ایجاد میکنن. بعدی آلومینیوم هستش که آلومینیوم بار مثبت سه ایجاد میکنه. حالا مثبت سه، مثبت دو، مثبت یک، ما به اینا میگیم عدد اکسایش. آقا من یه سوال دارم، تو باید بهم بگی. آقا مگر شما نمیگفتی در جلسات قبل تو شیمی دهم بار رو جلوی عدد قرار میدن؟ میگیم بله، بار رو جلوی عدد قرار میدن، ولی تو عدد اکسایش این رو پشت میذارن. مثبت یک، مثبت دو، مثبت سه، کار نداره. دسته بعدی عناصر واسطه هستند. عناصر واسطه هم دسته فلزاتن، ولی عدد اکسایش متنوع دارن. پس عدد اکسایش متنوع دارند. آقا یعنی چی عدد اکسایش متنوع دارند؟ یعنی این که مثال برات میزنم، آهن هم بار مثبت دو هم مثبت سه داره. پس ما میگیم عدد اکسایش آهن میتونه مثبت دو میتونه مثبت سه باشه. مثبت سه میشه ماکسیموم، مثبت دو میشه مینیموم. پس عناصر واسطه عدد اکسایش متنوع دارند، آهن مثلا دو سه، یا مثال میزنم کروم دو سه، مس یک و دو. پس عناصر میتونن بارهای فلزات رو دارم میگم و تو واسطه عدد اکسایششون متنوع بشه. بریم سراغ قسمت بعدی. بعضی بچه ها میگن همیشه بار رو میگن، قرار نیست بار رو بگن. تو باید به عنوان یه دانش آموز اینو بدونی. یعنی وقتی میخوای یه سوال رو حل کنی، حالا الان حل میکنی متوجه میشی، یه ترکیب بهت میدن، میگن مثلا عدد اکسایش فلان عنصر تو اون ترکیب چنده. تو اولین کاری که باید انجام بدی بدونی که اون عناصر، مثلا اگر عنصر گروه یک بار مثبت یک داره، اگه گروه دو مثبت دو. عجله نکنید، بذارید من قالب رو بگم، سوال حل خواهم کرد. اصلا عجله نکنید، همیشه بار رو میگیریم. بله همیشه بار رو میگیریم. نیوشا میگه از کجا بفهمیم؟ چی از کجا بفهمیم؟ بار رو که باید بدونی، بار رو که باید بدونی. بار مال شیمی دهمته، از شیمی دهم باید بار رو بدونی. شما از شیمی دهم اگر بار رو بدونی اوکیه. پس دقت کن اینجا رو، این که ما میگیم بار رو از کجا بدونیم مال شیمی دهمه. خب بیام اینجا دسته بعدی که خیلی مهمه و باید حتما حواستون بهش باشه، من اینو ببرم جلو. یک دقیقه بچه ها. خب دقت کن. دسته بعدی که خیلی برای من مهمه دسته شماره سه هست، بهش میگن نافلزات. نافلزات نکاتی که دارن و خیلی برامون مهمه، گوش کنید، نکاتی که دارن اینه، این که بار رو میگیری یا ماکس. من خواهش میکنم عجله نکنید، این که ماکس میگیریم یا مین میگیریم، این که بار چی میشه، و عجله نکنید. ببینید من دارم یه سری اصول رو به شما میگم، شما با من یادداشت بکنید. حالا بهتون میگم این به چه درد میخوره و چطوری استفاده میشه. نافلزات که ما میگیم منظورمون عناصر گروه 14 تا 17 جدوله. عناصر گروه 14 تا 17 باز اینها هم عدد اکسایش متنوع دارند. پس ما تو اینها هم تنوع داریم. پس ما در دو جا تنوع داریم، یکی فلزات در عناصر واسطه است، یکی نافلزات که عدد اکسایش متنوع دارن. این تنوع دو دسته میشه،
ما یه ماکسیموم عدد اکسایش در نافلزات داریم، یک مینیموم رو داریم. من بازم میگم پیام خواهشن ندید، بذارید درس جلو بره جواب میدم. دقت کن، دقت کن، دقت. ما یه ماکسیموم داریم یه مینیموم داریم. ماکسیمومم چی میشه؟ میشه عدد یکان شماره گروه اون عنصر. مینیموم چی میشه؟ میشه شماره گروه منهای 18. بذار اینجوری بگم، بذار شماره گروه منهای 18 نگیم، بذار اینجوری بگیم، بذار این بمونه، اب نداره. خب من یه مثال بزنم، مثلا نیتروژن. نیتروژن رنگ رو عوض کنم، ماکسیموم عدد اکسایشش چند میشه؟ نیتروژن گروه 15 جدوله. گروه 15 ماکسیموم میشه عدد یکان، 15 یکانش میشه 5. حالا میریم سراغ مینیموم شماره گروه، مینیموم عدد اکسایش میشه شماره گروه منهای 18، یعنی 15 منهای 18 میشه منفی 3. پس نیتروژن یک ماکسیموم خواهد داشت و یک مینیموم. دقت بکن اینجا رو، دقت کن بچه ها، وقتی من میگم ماکس داره مین هم داره، یعنی بین ماکس و مین، بین ماکس و مین میتونه تمام اعداد رو داشته باشه. یعنی نیتروژن میتواند -5 باشه، نیتروژن میتونه -4، -3، -2، -1، -1، -2 تا -3 باشه. ولی تو دسته بالا که فلزات بودن ما فقط میگیم 2 و 3، دیگه بینش چیزی نیست. اینجا بینش خیلی چیزا میتونه باشه، یادمون نره. بریم جلوتر، بازم میگم عجله نکنید، اینا رو بنویسید، بهتون میگم چجوری کاربرد داره. بذاریم سوال بچه ها چیه؟ من خواهش میکنم پیامی به هم ندید، گوش بکنید تا درس جلو بره. درک کن، گوش کن. در نافلزات یک عنصری رو ما داریم به نام اکسیژن. اکسیژن جزو گروه 16 جدوله، اما اکسیژن استثنائه، یعنی هر وقت اسم اکسیژن رو میارن شما میگید معمولا عدد اکسایشش -2ه. ببینید معمولا -2. آقا چرا میگی معمولا؟ چون میگیم آقا ما 6 مورد استثناء داریم. این 6 مورد رو من خدمتون بعدا خواهم گفت. یعنی اکسیژن میتواند از -2 تا -2 تو ترکیبات عدد اکسایش داشته باشه. معمولا -2ه، 95% -2ه. اون 4-5% که میمونه میشه این استثناءات، که حالا بهتون میگم استثناءاتش چیه. ولی اکسیژن که گروه 16 و جزو نافلزاته، ماکسومینش این نمیشه. یعنی الان من نمیتونم بگم اکسیژن گروه 16 ماکس 6 مینش -2، اینجوری نمیتونیم بگیم. ماکسومین تو اکسیژن مینش -2ه، ولی ماکس 6 نیست. اینایی که دارم فلش میزنم چیزای خیلی مهمیه که داریم جدا میکنیم از نافلزات. از دسته بعدی نافلزات مطلبی که خیلی مهمه، از مطلب نافلزات مطلب مهم دیگه کدوم گروهه؟ یک عنصری هست با عنوان هیدروژن. ما میگیم عدد اکسایش هیدروژن -1ه، به جز زمانی که کنار فلزات باشد. یعنی مثلا میگم KH، میگم عدد اکسایش هیدروژن چنده؟ شما میگی هیدروژن کنار فلز قرار گرفته، پس عدد اکسایشش میشه -1. پس اگر کنار فلزات باشد
منفی یک است. این هم از نکته هیدروژن. نکته بعدی بحث هالوژن ها هستند. هالوژن ها گروه 17 جدولند. گروه 17 جدول ماکسش 7 مینش منفی 1، ولی هالوژن ها رو معمولا منفی 1 در نظر میگیرن. من همیشه به دانش آموزان میگم آقا هالوژن بهت دادن معمولا منفی 1 بگیر، بجز زمانی که خود هالوژن رو مجهول میکنن. یعنی بعضی تا میگه خود این هالوژن چنده، بعد شما اونجا باید حساب کنید. توضیح میدم، اصلا عجله نکنید. اسم هالوژن ها اومد. یه نکته در مورد هالوژن ها بدم خیلی مهمه. در هالوژن ها فلور همیشه منفی 1. یعنی شما هر موقع فلور دادن میگی منفی 1. یعنی فلور ماکسیموم و مینیموم براش تعریف نمیشه. یعنی میگم فلور هدوکسانش چنده، شما میگی منفی 1، ماکس و مین براش تعریف نمیشه. اینو باید بلد باشیم. پس ما گروه 16 رو گفتیم، اکسیژن رو، هیدروژن رو گفتیم، هالوژن ها رو گفتیم. اما یه نکته دیگه هم خدمتون بگم. دستبندی بعدی که میخوام شما حتما بلد بشید و جمع بندی کنم، اگر زمانی به شما یون دادن، یون ها بارشان عدد اکسایش است. یعنی چی؟ یعنی رفتی در یک معادله مثلا برای شما نوشته H مثبت. خب این بار نشون دهنده عدد اکسایشه. مثلا نوشته S دو منفی، این بار نشون دهنده عدد اکسایشه. و آخرین نکته، مجموع اعداد اکسایش اتم‌های در از عنصرهای بگیم که مجموع عدد اکسایشه، دقت کنید، مجموع عدد اکسایش عنصرهای یک مولکول، عنصرهای یک مولکول چنده؟ صفر. یعنی یه مولکول که بهت میدن، تو مجموع عدد اکسایش عنصرهایی که اینو تشکیل دادن رو جمع کنی میشه صفر. ولی یادت باشه مجموع اعداد اکسایش عنصرهای یک یون برابر بار یونه. خب حالا ما میخواییم مفصل درباره اینا بشینیم با هم صحبت بکنیم. درس امروز ما بیشتر حول و حوش اینه. بچه این قسمت خیلی مهمه. شاید صفحات اول کتابتون رو ورق بزنید اینو نبینید. کتاب درسی این رو اول نیومده بگه. درس رو با قالب بار شروع کرده. رفته نشسته رسیده به آخر. آخر کتاب بچه داغون قاطی میکنه، یه سری معادله رو نمیتونه تعیین بکنه. بعد میگه بچه ها میدونستی تمام این چیزایی که گفتیم رو میشه با عدد اکسایش هم توجیه کرد؟ اونجا آخر کتاب تازه میاد عدد اکسایش رو میگه، جایی که شما فصل رو تموم کردید و خیلی چیزا رو خوب متوجه نشدید. پس من اول دارم عدد اکسایش رو میگم که بعد وقتی وارد فصل میشم شما عملا دیگه سوالاتی که براتون میاد خیلی ارتباط بهتری باش برقرار خواهید کرد. یه زحمت بکشید من این صفحه رو یه مدار کوچیکش بکنم. اگر عکسی چیزی میخواد از صفحه بگیرید یا اینکه حرکتی بزنید انجام بدید، من صفحه رو کوچیک بکنم. البته این صفحه رو من سیو میکنم، داخل کانالم میذارم. حتما بچه ها این صفحه رو چیکار کنن؟ داشته باشن. من این صفحه رو یه ذره بیارم پایین تر. یه عکس از این صفحه بگیرید. اگر سوالی تا اینجا دارید بپرسید تا من رد شم. اگر سوالی دارید تا اینجا بپرسید و یا نه رد شم. اوکی؟ اگر سوال دارید بپرسید بچه ها. بدوید، من منتظرم. حله؟ خب. حالا اینو که برای خودتون نوشتید، توی برگه کنار دستتون هم هست. اینو نگه دار، میخواییم وارد کتابمون بشیم. خب
فاطمه افشار عزیز میگه عدد اکسایش اکسیژن رو بگید دوباره. فاطمه افشار عزیز، عدد اکسایش اکسیژن معمولا منفی دوه دخترم، معمولا منفی دو، به جز 6 مورد که در ادامه بهتون میگم که اون 6 مورد از منفی دو داره تا مثبت دو. اینو باید تو ذهنت داشته باشید. خب غیر از بچه های خودمون که الان سر کلاسن، دوستای گل دیگه ای که امروز جلسه اولشونه، امتحانی نشستن، یا اوکی بهم بدن، اونایی که جلسه اولشونه یا اوکی بهم بدن ببینم اوکی تا اینجا. خب بیتای عزیز اوکی، دیگه کسی نداریم؟ کیمیای عزیز اوکی، دیگه؟ خب حتما بچه با کلاس همراه باشید، مخصوصا دوستای جدیدمون که انشالله هرچی جلو تبریم قسمت رو بهتر متوجه بشید. خب آدرس چشم دخترم، آدرس کانالم میدم. خب بریم ادامه بدیم بحثمونو. بچه این برگر رو نوشتید جلو دستتون بوده، بریم سراغ جزوه‌مون. جملات خط به خط کتاب درسی مدرسه. خب این جملات اول هر فصلی وجود داره و من اول هر فصلی به هر حال اینها رو خدمت بچه‌ها میگم. جملات فوق‌العاده مهمیه و من خط به خط کتاب رو اینجا براتون آوردم. خیلی سریع فقط من جملات رو بخونم، علامت بزنیم رد. پدیده‌های طبیعی همچون تندر، آذرخش نشان میده که بخشی از انرژی ممکن است به شکل انرژی الکتریکی میان سامانه و محیط جاری شود. اینها از لحاظ تستی ارزشی نداره، ولی چون شما آزمون شرکت میکنید و جملات صحیح و غلط دارید و آزمون هم صفحه به صفحه است، این جملات رو مطالعه بکنید. یا مثلا دارم میگم الکتروشیمی شاخه‌ای از دانش شیمی است که در بهبود خواص مواد، تامین انرژی نقش بسزایی دارد، یا به عبارتی علمی است که با استفاده از آن می توانیم انرژی شیمیایی را به الکتریکی یا الکتریکی را به شیمیایی تبدیل بکنیم. این جملات رو حتما براشون وقت بذارید، من روی این حفظیات وقت نمیذارم. بیاین پایین، کاربردهای الکتروشیمی رو جملات کتابتون رو براتون گذاشتم. الکتروشیمی در 3 زمینه در اصل فعالیت میکنه، اینها رو حتما مطالعه بکنید: تامین انرژی، تولید مواد مثل برق کافت یا آبکاری، و اندازه‌گیری و کنترل کیفی، اطمینان از کیفیت فراورده. مثلا این دستگاه پیچ سنج، این دستگاه پیچ سنج اساسش بر اساس علم الکتروشیمیه. پیچ سنجی که شما جلسه قبل توی فصل قبل داشتید اینا رو، این دستگاه بر اساس سیستم الکتروشیمی کار میکنه. من کاری با این قسمت ها گفتم ندارم. یه جمله خیلی مهم اینجا داریم که معمولا در تستا میاد، این جمله، من این جمله رو خدمتتون بگم اینو درستش بکنم. این جمله، دقت کنید، بذار من این جمله رو بیارم پایین اینجا. چراغ خورشیدی، این تو تستا خیلی بیشتر اومده، حواستون بهش باشه. یکی از ابزارهای روشنایی است که از لامپ LED، سلول خورشیدی و باتری قابل شارژ تشکیل شده، که این هم تو تستا خب خیلی ازش سوال اومده. بریم جلو، بریم جلو، بریم جلو، یه مثال داریم، حل کن ببینم. بدو برقکاف یه نوعی از الکتروشیمیه، یک دست شاخه از الکتروشیمیه. نیوشا بعدن صحبت خواهیم کرد، برقکاف شاخه از الکتروشیمیه، بعدن صحبت میکنیم. زودتون سری جوابو بگید ببینم، آسونا برو برو. ماشاءالله، آفرین، ایول، خیلی هم عالی، ماشاءالله بهتون. سوال گفته که کدوم همه عبارت ها درستن بجز سه. احسن. چرا؟ چون گفته باتری غیر قابل شارژ. ما با اینا کاری نداریم، اینا آسون بود. بریم صفحه بعد اونو بیاریم که با اون صفحه خیلی کار داریم. بریم 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 بریم. خب اینم گیر کرده. خب بیا اینجا بیا اینجا بیا اینجا. آها، تعیین عدد اکسایش. تمام جملاتی که من بهت گفتم اینا رو خوشگل نوشتی توی برگه، همش همین هست. مدام من اونجا با دستبندی برات نوشتم که بهتر یاد بگیری، همه رو اینجا برات نوشتم، با هم بخونیم.
عدد اکسایش عناصر در حالت تک اتمی از قبیل سدیم، آهن و غیره یا دو اتمی هاش دو و دو صفره. عدد اکسایش هالوژن ها معمولا منفی یکه. فلور همیشه منفی یکه. عدد اکسایش اکسیژن معمولا منفی دو. اینا رو گفتم نوشتید مدام با دستبندی بهتر. اینا همه رو نوشته بودم ولی اونجا دستبندی کردم، فلزات، نافلزات، کامل توضیح دادم چی به چی بود. این 6 مورد رو فعلا کاری باهاش نداشته باش، برمیگردم صحبت میکنم. بیام اینجا، عدد اکسایش فلزات همواره مثبت و برابر با بار فلزه. گروه 1 مثبت 1، گروه 2 مثبت 2. تو اون برگه آلومینیوم هم بهتون گفتم. عدد اکسایش عناصر در حالت یون برابر با بارشونه. مجموع عدد اکسایش اتم های 1 مولکول برابر 0 و مجموع عدد اکسایش اتم های 1 یون برابر بار یون است. بریم پایین. هیدروژن مثبت 1، اینا همه رو توضیح دادم. بیام اینجا، دامنه تغییرات عدد اکسایش عناصر گروه 14 تا 17 اینم گفتم، یک بار دیگه یادداشت بکنید. ماکسیموم مینیموم، ماکسیموم میشه عدد یکان شماره گروه و مینیموم میشه شماره گروه منهای 18. این مثال هم براش بنویسید. نیتروژن گروه 15 جدوله، ماکسیمومش میشه 5، مینیمومش میشه 15 منهای 18 میشه منفی 3. خب حالا میخوام بریم حل کنیم. آماده ای؟ پرقدرت. برگه ای که نوشتی و بذار کنارت. حالا یه چند دقیقه به من خیلی خوب گوش کن. ببین من یادت بدم اینا رو باید چجوری حساب کنی حرفه‌ای بشی. بیام اینجا، این برگه ای بود که ما نوشتیم، درسته؟ خب این برگه که نوشته شد، حالا بریم جلو. خب بیا اینجا دقت کن عزیزم دخترم. من به شما میگم مثلا H3PO4 عدد اکسایش فسفر رو شما اینجا به دست بیار، یا مثلا به شما میگم PH3 عدد اکسایش فسفر رو اینجا به دست بیار، یا مثلا به شما میگم NO2 عدد اکسایش این دفعه N رو برام به دست بیار، یا مثال به شما میگم Cl2O7 میگم عدد اکسایش کلور رو اینجا به دست بیار، یا مثال دارم میزنم به شما میگم P4O6 میگم عدد اکسایش فسفر رو اینجا به دست بیار. خب خوب نگاه کنید ببینید چی کار باید بکنم. بچه ها ما یک راهی داریم بهش میگیم راه مدرسه‌ای، یه راه داریم راه تستی. البته شاید در حالت کلی فرقی با هم نداشته باشن ها، مدام سریع‌تره دیگه اون یکی. ببین راه عادی که من میخوام شما یاد بگیرید اینه. راه مدرسه‌ایش اینطوریه که میگیم فسفر مچوله، میگیم بله. خب بچه ها من 3 هیدروژن دارم، گوش کن اینجا رو، 3 هیدروژن دارم. سری برو به برگت نگاه کن، اون برگه ای که نوشته بودی. گفتم هیدروژن عدد اکسایش چند بود؟ بدو. سری. آها آفرین، مثبت 1. پس تو میای میگی من 3 هیدروژن دارم، هر هیدروژنی مثبت 1ه. حالا اینو میگم به اضافه فسفر رو نمیدونم، ایکس میذارم، به اضافه اکسیژن. گفتم اکسیژن معمولا منفی 2ه به جز اون 6 مورد. 6 مورد بذار کنار، حالا نداریم 6 مورد رو. پس اکسیژن منفی 2ه، 4 تا منفی 2. خب وایسین مساویه با بچه ها. شما الان بالای این باری میبینید؟ نه. پس این ترکیب خونساه، بار نداره.
پس من میگم مجموع عدد اکسایش رو مساوی با صفر قرار میدم. مجموع عدد اکسایش صفر. حالا 4 تا منفی 2 تا منفی 8 تا با 3 منفی 5 ایکس در میاد مثبت 5. سخته؟ خیلی مسخره است. حالا ما نمیخوایم اینجوری حل بکنیم. این روشیه که ما حالت عادی می نویسیم. اینطوری خوب نیست، وقتمون رو میگیره. همینو ببرید بالا. چطوری؟ نگاه کن. بگم 4 تا منفی 2 تا منفی 8 تا. ببین هر اکسیژن منفی 2ه. 4 تا منفی 2 تا منفی 8 تا. 3 تا مثبت 1 میشه مثبت 3 تا. حالا منفی 8 به اضافه 3، منفی 8 به اضافه 3 میشه منفی 5. حالا برای اینکه کل این بشه 0، منفی 8 به اضافه 3 میشه منفی 5. برای اینکه کل این بشه 0، پس فسفر باید چند بشه؟ مثبت 5. یه بار دیگه، جمع این دوتا شد منفی 5. برای اینکه کل این باید 0 بشه، پس این باید بشه مثبت 5 که کل اینو 0 بکنه. اینم راه راحت تری که من نظرم اینه که بالایی رو بریم خیلی بهتره، آسون ترم هست. بریم یه مثال دیگه با عمل بکنیم. بریم یه مثال دیگه. من اجازه بدید اینو پایین تر بیارمش که جا بشه قشنگ بالاش بنویسم. نگاه کنید، اینقدر مثال حل میکنم یاد بگیرید. گوش کنید. سوال برگشته گفته که فاطمه جهان دوست سبا چی نوشتی؟ سبا نمیدونم چی نوشتی. خب فسفر رو از ما میخواد. بریم بچه ها، ما 3 تا هیدروژن داریم. سریع به هم بگو هر هیدروژن مثبت چنده؟ برو هر هیدروژن مثبت بدو. آفرین، مثبت 1. حالا 3 تا مثبت 1 میشه مثبت 3. بچه ها برای اینکه این خونسا بشه فسفر باید چند باشه؟ بدو چند پیام بیار. بدو. این همه دارش همون سر کلاس ها مثل ما سوای نست. سریع پیام ها رو بهم بده. ماشاءالله منفی 3، پس فسفر میشه منفی 3. چقدر آسونه. بیام کناری، با من همراه باش. بچه های جدیدمون بیتا پیامتو نمیبینم دخترم، تو هم پیامتو بده من متوجهشم که یاد گرفتی. دختر گلم پیام بده به من متوجهشم. کیمیا این چیزی نداره دختر گلم، روش مدرسه ایش که خیلی آسونه، هیچی نداره. اینو بخوای مدرسه ای بره میشه ایکس به اضافه 3 تا مثبت 1 مساوی با 0، ایکس میشه منفی 3. این دیگه مسخره است دیگه. خب گوش کنید، بیار اینجا گوش کنید. نیوشا نوشته معمولا قرینه میشه. نیوشای عزیز دخترم جمعش باید بشه 0 دیگه. وقتی مثبت 3 باید بشه منفی 3 که جمعش بشه 0 دیگه. تابلو دیگه. بیار اینجا، اکسیژن چند بود؟ اکسیژن بدو اکسیژن منفی 2. ماشاءالله 2 تا منفی 2 منفی 4، 2 تا منفی 2 منفی 4. خب حالا میرم جلو میگم 2 تا منفی 2 شد منفی 4. بچه ها این برای اینکه خونسا بشه با چند بشه؟ مثبت 4. آفرین، گرفتی؟ حالا یه چیز جالبم بهتون الان آخرش میگم. بذار آخرش چیز جالب بهتون میگم. وایسید با من باشید. بریم جلوتر یه سی خیلی خوشگله دیگه بخونیم. ببین چقدر مسخره است، چقدر آسونه. نگاه کن آقا، این دفعه کلور رو میخواد. من میگم اکسیژن منفی 2ه، 7 تا منفی 2 تا میشه منفی 14. خب بچه این وقتی میشه منفی 14. خب نگاه کن دو تا کلور من باید بشه مثبت 14 که این خونسا بشه. اما دو تا کلوره، ما عدد اکسایش یه دونه رو میخوان، یه دونه. ما میگیم هر کلور چند بوده؟ 7 تا. ماشاءالله پس دو تا 7 تا میشه 14 تا. ماهان اوکی، ماهان حسین نمیدونم هستید یا نه، پیاماتون نمیاد.
بودایی پیام پیام بهم بدی، من متوجهشم یاد گرفتی یا آها ماهان تو پیام بهم بده. خب بیا اینجا، بیا یکی بریم با هم ببینیم اینو چیکار کردید. بیا عزیزای دل من، 6 تا منفی 2 تا منفی 12. خب آتنا خب باش وایسید، منفی 12 تا ماشاءالله بهتون که اینقدر خوب یاد میگیرید، مثبت 12 تا. خب این فسفر هر کدوم باید بشه مثبت 3. احسنت، ببین حرفه‌ای شدی رفتا، دمتون گرم، عالی. حالا بریم یه دونه دیگه، یه دونه دیگه میخوام خودت حل بکنی، اینقدر مثال حل میکنم حرفه‌ای بشی. بیا اینجا ببینم، بیا اینجا ببینم، به من بگو 32 هاش 6. عجله نکنا، 32 هاش 4. اینا رو تو برگه کنار دستت یادداشت کن، بعدن اینو داخل کتابت بذار. بعد 32 هاش 2. بعد یه دونه دیگه بگم که حرفه‌ای حرفه‌ای بشیم، مثلا دارم میگم ماده‌ای مثل NO. خب حالا اینایی که میگم رو در بیار، این کربن 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 نیتروژن، برو اولی کربن اولی کربن اولی 32 هاش 6. برو برو ماشاءالله، ایول ماشاءالله ماشاءالله عالی. 6 تا مثبت 1 میشه مثبت 6، دمتون گرم. پس این باید بشه منفی 6، پس هر کربن در میاد منفی 3. آی اونایی که زدید 3 مثبت منفی 3، یادت نره سوتی نده. وایسید وایسید یه بار دیگه بچه ها، بریم 32 هاش 2. بگید 32 هاش 2. بودو 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 بودو، سری سری شیمیا حواستو جمع کن، 32 هاش 2 رو دارم میگم. مهرنگیز بچه ها سوتی ندید، 32 هاش 2 رو دارم میگم ها. اونایی که منفی 2 دارید میزنید، 32 هاش 2 رو دارم میگم، خنگ بازی در نگیرید. آها میام اینجا میگم 2 تا مثبت 1 میشه مثبت 2، پس 2 تا کربن میشه منفی 2، پس هر کربن میشه منفی 1. ماشاءالله بهتون ماشاءالله. بذار من برم میگم چتو پاک کنم. خانم زحمت چتو میکشید؟ ممنون میشم. خب بیام اینجا بیام اینجا بیام اینجا بیام اینجا، 32 هاش 4 بودو، 32 هاش 4 بودو 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 بودو، ماشاءالله ایول ایول عالی عالی. این مثبت 4 پس این در میاد منفی 4، پس این در میاد منفی 2. ماشاءالله بهتون ماشاءالله. NO او NO بگید، مثبت 2. آفرین آفرین مثبت 2، عالی. حالا باید یه چیز جالب بهتون بگم، یه چیز جالب بچه ها، شما گفتید نیتروژن ماکسیمومش مثبت 5 بود، بعد مینیمومش منفی 3 بود. خب حالا نگاه کنه نیتروژن چه اعدادی گرفته. گفتم بین مین و ماکس میتونه همه اعداد رو داشته باشه، بستگی به نوع اون ترکیبه داره. مثلا الان ببین تو NO نیتروژن اینجا مثبت 2ه، نگاه کن چقدر جالبه. بیا اینجا تو NO2 اینجا نیتروژن مثبت 4ه، یا همین فسفر مثبت 3 منفی 3 مثبت 5. چرا؟ چون فسفر گروه 15ه، ماکسیموم فسفر 5ه، مینیمومش منفی 3. ببین چه اعداد مختلفی میتونه داشته باشه. حالا متوجه شدی منظورم از ماکسومین چیه؟ یعنی میتونه رنج داشته باشه، تو ترکیبات مختلف میتونه عددش عوض بشه. افتاد یا نه؟ ماشاءالله ماشاءالله. حالا با من باش با من باش، برگردم اینجا. خب آقا تمام اینایی که مثال زدی مثالایی بود که خونسا بود، حالا بریم باردار مثال بزنیم. میگم NH4 مثبت. اول راه مدرسه ایشو بریم، راه مدرسه ایش میگم آقا من NO میخوام X به اضافه 4 تا هیدروژن دارم، 4 تا مثبت 1.
مساوی با. بچه ها این دیگه بار داره، دیگه مساوی صفر نیست، مساوی با بارش قرار میدم، مثبت یک. حالا این میشه مثبت 4، این میره اونور، x در میاد منفی 3. این راه مدرسه ایش. اما راه دیگه شو من دوست دارم، یعنی میگم هر موقع به شما گفتن اینطوری حل کنید، n ها 4 مثبت. عزیزم تو کاری با مثبت نداشته باش، دختر گلم، پسر گلم، تو کاری با مثبت نداشته باش، تو اصلا انگار این مثبت نیست، ولش کن، بیا اینجا مثل حالت قبل، 4 تا مثبت 1 مثبت 4. خب وایس، تو میگی نیتروژن رو من نمیخوای، من الان میگم نیتروژن مجهوله دیگه. خب من میگم نیتروژن، ببین همه رو حساب کن، جمله منو گوش کن، همه رو حساب کن، بعد حالا برو سراغ بار. میگم همه رو حساب کن، منظورم اینه، یه دقیقه وایسا، یه دقیقه اینجا باش. مثلا به تو میگم HSO3 منفی، تو کاری با این منفی نداشته باش، تو اول بقیه رو، مثلا اینجا به تو میگم گوجر چنده، تو اول بقیه رو حساب کن، 3 تا منفی 2 تا منفی 6 تا، اینم مثبت 1. خب حالا میگی منفی 6 به اضافه 1 میشه منفی 5. خب وایسا، همه رو حساب کردی، اون عنصری که میخواد و الان نگه داشتی. حالا اینجا رو به من گوش کن، چی میخوام بگم. ببین عزیزم، دختر گلم، پسر گل من، نیتروژن چه عددی باشه که به اضافه 4 بشه، بشه مثبت 1. گوش کن، گوش کن، نیتروژن چه عددی باشه که به اضافه 4 بشه مثبت 1؟ ماشاءالله منفی 3. چقدر آسونه. این یکی رو ببین، منفی 5 چه عددی، این گوجرده چه عددی باشه که منهای 5 بشه منهای 1؟ این چه عددی باشه که منهای 5 بشه منهای 1؟ آها مثبت 4، ماشاءالله. بچه ها اولین شرط کنکور اینه که جمع و تفریق بلد بشی. من بعضی چیزا اینجا میگه خندم میگیره، لامصب میگم چه عددی منهای 5 میشه منهای، میگه منهای 4. اینجاست دیگه دانش آموز باید بره کلاس ابتدایی منفی مثبت یاد بگیره. دقت کنید بچه ها، ببین میگم چه عددی منهای 5 میشه منهای 1، شما میگه مثبت 4، دیگه از این مسخره تر که نداریم که. یه دونه دیگه تمرین بکنیم با من باش. مثلا به شما میگم CO3 دوباره منفی، بعد به تو میگم کربن، عجله نکنی ها، اصلا عجله نکنی ها، جوابم نده، گفتم منفی رو بذار کنار، با من جلو بریم، با من جلو بریم. اکسیژن چند بود؟ اکسیژن چند بود؟ اکسیژن، اکسیژن، ماشاءالله 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 ماشاءالله، عالی. ها من میام میگم آقا 3 تا منفی 2 تا میشه منفی 6 تا، حالا چه عددی منهای 6 میشه منهای 2؟ تو رو خدا درست بگو دیگه، لامصب میگم چه عددی منهای 6 میشه منهای 2؟ میگی منهای 8. یه عددی داریم منهای 6 میشه منهای 2، 4 دیگه، تابلو منو نکشید دیگه تو رو خدا، مثبت 4. خیلی آسونه، یه عددی منهای 6 شده منهای 2، میگه منهای 8. بچه ها خیلی بده، شما کنکور میخواید بدید. مثبت 4. یه دونه دیگه، یه دونه دیگه، این قواعد بریم یاد بگیری. بیا سی آر 2 و 7 دوباره منفی، عجله نکن، این منفی بذار کنار، بذار کنار، 7 تا منفی 2 تا منفی 14. تو الان دو تا کرومو این کرومه رو میخوای، کرومه رو میخوای، وایسا وایسا، چه عددی اگر این بار منفی نبود میگفتی مثبت 14 میشد 7، ولی اگه بار منفی هست میگیم چه عددی منهای 14 میشه منهای 2؟ چه عددی منهای 14 میشه منهای 2؟ مثبت 12. پس تو میگی میشه مثبت 12. حالا چون دو تا دونه است هر کدومش میشه مثبت 6.
اینو اگر بخوای مدرسه ای بری اینطوریه، مدرسه ایش اینطوریه، 2x به اضافه 7 تا منفی 2 تا مساوی با منفی 2، x در میاد مثبت 6. اینا مدرسه ایش. خب حل. خب دختره بالام فکر میکنم مفهوم عدد اکسایش و کاربردش رو تا حدودی یاد گرفت. اگر اوکی بودید، یاد گرفتید، یه اوکی خوشگل بهم بدی، رفتم پس بعدی. آقا ماشاءالله بهتون، ماشاءالله بهتون، دمتون گرم. بریم پس بعدی. گوش کنی. میخوام برم سراغ جزوم. بریم سراغ جزوه. اینجا هم یه عالمه مثال حل کردیم. اینا دیگه تکراریه. مثلا های سه پی و چهار صفحه قبل نوشتید حل کردم، انها چهار مثبت رو حل کردم، سی آر دو و هفت رو حل کردم. حالا یه دونه دیگه هم هست با هم حل کنیم سریع. الان گوگرد رو اینجا بهم بگید چند میشه. گوگرد، گوگرد چنده؟ گفتیم هالوژن ها معمولا منفی یکن، هالوژن ها معمولا منفی یکن، فقط زمانی که معچولن شما حسابشون بکنید. الان معچول نیست که، چون این معچوله، الان گوگرد معچوله. هالوژن منفی یکه، دو تا منفی یک منفی دو، این باید بشه مثبت دو، پس گوگرد میشه مثبت یک. این بار نداره دیگه. بچه فسفر چنده اینجا؟ فسفر، فسفر ماشاءالله مثبت 3، 6 تا منفی 2 منفی 12، اینجا مثبت 12 در میاد 3. احسن ماشاءالله. بریم سراغ ای. خب اینا تموم شد، بریم صفحه بعد. بیا اینجا با من باش، با من باش. بچه طلا چنده اینجا؟ طلا پارمیدا، بعد از اینکه بچه ها جواب دادن سوالتو بپرس. پارمیدا شهریاری، بعدا سوالتو. ماشاءالله 3. 4 تا منفی 1 میشه منفی 4، چه عددی منهای 4 میشه منهای 1 میشه مثبت 3. پارمیدا سوال داری سوالتو بپرس. پارمیدا سوال داری سوالتو بپرس دخترم. بگو عزیزم. مگه نگفتین تو حالت آزاد صفره؟ کدوم عزیزم تو حالت آزاده؟ دختر گلم کدوم تو حالت آزاده؟ به من بگو. کدوم تو حالت آزاده؟ به من بگو تو. سی ال دو، کو سی ال دو؟ صفحه قبلو میگی؟ بیا. دختر گلم CL2 حالت آزاد یعنی CL2 تنها. این CL2 کنار گوجرده، CL2 کنار گوجرده، اینجا که تنها نیست. اینجا اینجوری، اینجوری رو میگن تنها، نه اینجا. متوجه شدی؟ مثلا CL2 BR2 حواستو باشه. کیمیا میگه استاد IUCL رو یه بار دیگه بگی. چشم، یه بار دیگه. چهار تا منفی یک شد منفی چهار، چی میاد؟ گفتم چه عددی منهای چهار میشه منهای یک؟ گفتی مثبت 3. حل چی میاد؟ چی میاد؟ اوکی دخترم، اگه اوکی من برم بعدی. بیا اینجا بچه ها، گوگرد رو تو اینجا بهم بگید ببینم. HSO3 منفی گوگرد منفی 4 داریم، 4 داریم، 4 داریم. بچهای دیگه‌مون، باز من دوستای جدیدمون رو نمی‌بینم شرکت کنن، پیام بدن. پیاماتون رو من نمی‌بینم. بیتا، کیمیا، ماهان، آها، حسین، خوبه. بیا. گوش کن اینجا رو. مبینا فعلا نسب، مبینا فعلا، فعلا نمیدونم هست یا نه. سه تا منفی فرشته، تو هم پیامتو نمیبینم. دیدی؟ پیام دادی؟ خب سه تا منفی دوتا میشه منفی 6 تا،
اینم مثبت یک میشه منفی 5. چه عددی منهای 5 میشه منهای 1؟ میشه مثبت 4. بچه ها کربن رو بگید. کربن. بدو. آفرین. 4 تا منفی 1 منفی 4 میشه مثبت 4. ماشاءالله. ماشاءالله. بیا اینجا. فسفر رو بگو. فسفر. بدوید. یک. خب دوتا منفی دوتا میشه منفی 4 تا، دوتا مثبت یکی مثبت دوتا، فلزم که گروه یک مثبت یکی، مثبت 3 با منهای 4 میشه منفی 1، این باید بشه مثبت 1. خب با من باش. ممکنه الان در ذهنتون سوالی ایجاد شده باشه که الان هیدروژن کنار فلزه، چرا شما منفی 1 در نظر نگرفتی؟ ببینید، ما هیدروژن رو کنار فلز زمانی میگیم که این تنها باشه، مثلا KH NaH، این یه ترکیب یونیه. این از چی درست شده؟ این از K-مثبت درست شده و H2 PO2 منفی درست شده. پس این هیدروژنه وابسته به اون کاه نیست. حواستون رو جمع کن. اینجایی که میگیم هیدروژن منفی زمانیه که هیدروژن تنها کنار فلز باشه، چیز دیگه ای اضافه نباشه. اما یه مطلب خیلی قشنگی رو میخوام بهتون امروز بگم، یاد بگیر. با من باش. من برم سراغ همون صفحه تمرینمون. با من باشید. بچه این چی میشه؟ هم فسفر مچوله هم نیکل. بعدی CuNO3 هم N مچوله هم CU. مثلا Fe2SO4 هم S مچوله هم Fe. خب وایس، اینجا دو تا مچول داریم. آقا من چیکار کنم؟ اینجا اگر قرار باشه من نیکل رو چند بگیرم نمیدونم، پی رو چند بگیرم نمیدونم. خب با من باش، پیامی نده. گوش کنید، گوش کنید. این ترکیبات ترکیبات یونی هستند. ترکیبات چی؟ یونی. چشاتو باز کن بفهمید چی میخوام بگم. عزیزای دل من، این ترکیبات یونی که شما دارید، اولا این از چی درست شده؟ این از نیکل و پی او 4 درست شده. خب پی او 4 سه بار منفی بوده، نیکل سه بار مثبت بوده که خونسا شده دیگه. اینو قبول داری یا نداری؟ اینو قبول داری یا نداری؟ ترکیب یونی نیکل پی او 4. خب حالا نیکل فلزه. نیکل فلزه. مگر ما نگفتیم فلزات بارشون عدد اکسایششونه؟ پس نیکل میشه مثبت 3 عدد اکسایشش. حالا اینجا فسفر رو چی کار کنم؟ میگیم 4 تا منفی 2 تا منفی 8 تا، چه عددی منهای 8 میشه منهای 3؟ میشه مثبت 5. پس چقدر جالب، وقتی یه ترکیب یونی میدن کافیه کاتیون آنیون رو از هم جدا بکنی، جداگانه حساب کنی. چقدر خوبه. و حواست باشه تو ترکیبات یونی فلزات بارشون عدد اکسایششونه، یعنی از این باره خیلی استفاده کنی. مثلا الان اینجا هم سیو مچوله هم ان، تو که میدونی سیو فلزه،
تو که میدونی در ترکیبات یونی بارا با هم جا به جا میشه. الان مس اینجا مس یکه یا مس دو؟ مس اینجا مس یکه یا مس دو؟